به نام خداوند بخشنده و مهربان و عرض سلام و درود خدمت تمامی شما بینندگان عزیز و ارجمند تلویزیون جهانی آریانا نیوز. با برنامه ورزش من مرتضی دانش و همکارم در بخش تکنیک در خدمت شما ایزان هستم. امید که تا پایان برنامه امروز با ما همراه باشید. موضوع ورزشی امروز ما اختصاص داره به برگزاری اولین دوره رقابت‌های فوتبال زیر 14 سال قهرمانی افغانستان که میان 8 تیم قهرمان زونهای افغانستان برگزار شد و روز سه‌شنبه با قهرمانی تیم شاهین آسمایی مسابقات به اتمام رسید. ابتدا خبری از این مسابقات را میشنویم، بعد از او باز در خصوص این موضوع با مهمان برنامه صحبت را خواهیم داشت. شاهین آسمایی قهرمان اولین دوره مسابقات فوتبال زیر 14 سال افغانستان شد. تیم شاهین آسمایی نماینده پایتخت در بازی نهایی اولین دوره رقابت‌های فوتبال نوجوانان زیر 14 سال افغانستان با پیروزی در ضربات پنالتی موفق شد قهرمان اولین دوره این مسابقات شود. همچنین این رقابت‌ها بی‌حاشیه نبود و معضل تعیین سن بازیکنان 8 تیم حاضر در این رقابت‌ها باعث اعتراض مربیان و بازیکنان شده بود. همچنین در پایان مسابقات فوتبال زیر 14 سال افغانستان، تیم سیمرغ البرز نماینده زون شمال به عنوان تیم اخلاق این رقابت‌ها انتخاب شد. در پایان این مسابقات 70 چهره برتر از 8 تیم حاضر در این رقابت‌ها برای حضور در کمپ تمرینی تیم زیر 14 سال افغانستان گزینش شدند. این اولین دوره مسابقات زیر 14 سال افغانستان است که با حضور 8 قهرمان زونهای افغانستان برگزار می شود. و ما در برنامه آقای صابر گریوال مربی تیم شاهین آسمایی قهرمان اولین دوره رقابت ها را با خود در برنامه داریم و در خصوص جزئیات برگزاری اولین دوره مسابقات با ایشان بحث و گفتگو میکنیم. آقای گریوال شما را خوش آمدید میگیم به برنامه. جمعاً چگونه بود برگزاری اولین دوره مسابقات زیر 14 سال با حاشیه‌ای که داشت؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر. صابر گریوال ترنر تیم 14 سال ملی و همچنان ترنر شاهین آسمایی و همچنان ترنر تیم اردو. مسابقات بین 8 زون برپا انداخته شد که خوشبختانه دو ماه پیش قهرمان های زونا انتخاب شد و به مرکز دعوت شدن و شما شاید هستیم مدت یک هفته دو هفته میشه که مسابقات جریان داره و امروز ما خوشبختانه تانستیم که از هرات قهرمانی را به دست بیاریم. بسیار خوب. چطور بود برگزاری اولین دوره مسابقات؟ به نظر می رسید با کم مشکلات روبرو بود. مربیان از جمله تیم خود شما شکایت از این داشتین که تعیین سن بازیکنان درست صورت نمی گیره و به صورت استاندارد انجام نمیشه و فقط از لحاظ چهره و ظاهر بازیکنان را میگن و خیلی بازیکنان خودتان خط خورد از مسابقات و همچنین تیم های دیگه، حتی حریف شما هرات. سوال خوب. ما خود ما اعتراض نداشتیم به خاطر اینکه ما میزبان بودیم، مرکز میزبان بود و ما کدام از ما را خط زد، پلیرای ما را همه گیره تقریبا 6 نفر ما را خط زد که از بهترین پلیرای ما اصلا نمو بود و ما این آرزو را نداشتیم که اینا خط زده شوند. خب متاسفانه خط زده شد چون که ما مرکز میزبان بود و نمیخواستیم که ولایت ها از ما زرده بره و ولایت ها بسیار بزرگار آورده، بزرگسنان آورده بودن و خوشبختانه که همگیشان بردیم. و مشکل است تعیین سن، بسیار مشکل است. ما میبینیم که مشکل تذکره، اصلا تذکره ساختن مثل یک عادی کاغذ وارد شده فعلا در افغانستان هر کس تذکره و ما ایران میمونیم که چی رقم سن تعیین کنیم. خود چون تذکره بسیار مشکلات است. خب در ولایت هم مشکلات زیاد بود. ما سوالی که از مسئولین کمیته سی فدراسیون فوتبال کردیم، اونا برای ما جواب دادن که گفتن تعیین سن بازیکنان تا 17 سال بسیار راحت میشه با تست امارای یا استخوان دست و همچنین اکسری انجام شود، اما اونا گفتن هزینه ها بسیار بالا بود و ما نتونستیم کار کنیم. خب اینال اینجا چگونه بازیکنانی که از شما، از تیم شما خط خورد و بازیکنانی که از تیم مقابل شما مثلا هرات و خیلی تیمای دیگه خط خوردن، آیا اینجا دیبین حق تلفی نمیشه؟ مثلا هرات ادعا داشتن که میگفتن اگر ما بازیکنایی که خط خوردن و نتونستن بازی کنن اگر در بازی می بودن، ما میتونستیم در جریان بازی حتی به پیروزی برسیم. آیا به نظر شما نمیشد از طریق استانداردش فدراسیون فوتبالی مسابقات را برگزار کنه و تعیین سن بازیکنان را انجام بده؟ متاسفانه که امسال سال اول بود. ما به سال آینده و خیر رهبری فدراسیون افغانستان خصوصا کمیته جوانان این تصمیم داره که خودشان به ولایت بره و زونا برن
و برشان کار توضیح کنه از طریق همی شما گفتین دکتر کتیشان سنده تعیین کنه و کارت برشان توضیح کنه که او با هیچ خلاف کردن نمیتونه کسی کارت داشت میتونه در مرکز بیاید به مسابقات اشتراک کنه و کسی کارت فدراسیون نداشت و اونا نمیتونه چون امسال سال اول بود و ما به میام راضی هستیم و ایراد که دوام میکنه ایراد اکثریتشان از 18 بالا بود خصوصا 4 نفر 5 نفرشان که پشت خط شده بود شما خودتان از طریق کمرایتان پیشتان است ببینید از 20 تا بالا داشتن و ما به این خوش هستیم که ما دین روز کت سیمرغ البرز مسابقه داشتیم 6 نفرشان پشت خط بود و ما برشان گفتم که ما این بچه هایی را که شما از اوجا آوردین آمدن این بیچاره آرزو دارن که در این میدان مصنوی یک فوتبال کنن و ما هم این طفولیت تیر کردیم بسیار مایوس میشن از طرف ما اجازه است کلش پرتین کدام مشکل نداریم البرز کلش انداخت و بازم خوشبختانه موفقیت به نفع ما بود و به سال امسال آستاستا پته به پته بالا میره فدراسیون ملی افغانستان کوشش داره که همه چیز آستاستا یک دم نمیشه مشکلات وطن شما میبینید که چه حالت است در ولایت وردگ و ولایت آمال یک تیم آمده که بردم داشت و باختم داشت و مساوی هم داشت یعنی این چون خدمت بزرگ فدراسیون ملی افغانستان است به فوتبال کدرایی سو میکنه انشالله به سال از این کدر بهترتر و دیگه سالش بهترتر خواهد شد. خب اما انتخاباتی که صورت گرفته به چه معیارهای انتخابات صورت گرفته گفته شده که 70 بازیکن بر تیم ملی انتخاب شده درست است؟ ما در فدراسیون یک جلسه داشتیم به رهبری فدراسیون افغانستان البته و کمیته جوانان اونا همه ترینرها را مذهب ساختن ترینرهای زیر سنین البته وظیفه داده شد که کی کدام وظیفه را اجرا کنه سه نفر آیت تعیین شد که شما باید چون اونا بیخی متخصصین زیر سنین است اونا باید انتخاب میکرد و ما خبرم ندارم که چند نفر انتخاب شده و شما گفتین خوشبختانه که 70 نفر انتخاب شده و فکر میکنم که اقطلبی دیگه نشده باشه و نمیشه و حال انتخاب میشه برای فدراسیون بسیار زیاد کوشش داره که سند ماین و چون که ما کویت رفتیم $30,000 جریمه شدیم یک دو تا سه تا پلیر مونج هستن کلان برامد فدراسیون زیاد کوشش داره که همو میاره تعیین کنه و انتخاب کنه و ما از ولایت هایی خواهش داریم که عقد 12 سال نخورن 12 سال بیا اینجا یک تیم ملی واقعی شه و نه مرکز تنها از کابل باشه هم افغانستان عقد داره تیم ملی که شد یعنی از همه افغانستان باید باشه چهره خود ببینه هر ولایت باید ببینه استعدادا پشت پرده نمانه همچنان 14 سال فکس باید روان کنن 12 سال فکس روان کنن که اونا حقشان خورده نشه بیاین در تیم ملی کشور خود و استعدادای خود ما از هرات و از مزار پارس امسال دو نفر داشتیم در تیم 12 سال که قهرمانی را از کره آورد شما شاهد هستین و اونا اصلا در 12 سال امسال نامده بودن چون که کلان آورده بودن هم مزار کلان آورده بود هم ایراد کلان آورده بود ما این سوال از فدراسیون افغانستان بعد مسئولین کمیته جوانان کرد از پیشان پلیرایی که در تیم ملی 12 سال انتخاب شده بود از کوریا قهرمانی او چرا نیست چون که وا خرد بودن سندش واقعی 12 سال 13 سال بودن اونا رو نبودن دیگه یعنی شما میگین که آقای گریوال تیمایی که از ولایت میان اینا به خاطر قهرمانی دست به هر کار میخوان بزنن حتی بازیکنای بزرگسال هم بیارن بله همگی همی آرزو را دارن که ما قهرمان شوم در قصیدی نیستن که سن ما فدراسیون ملی افغانستان خصوصا کمیته جوانان افغانستان ایمیل چندین بار روان کرده کمیته خود روفی صاحب که وظیفه شان است که برای همه زونا که بچهای کلان سن نبرن فکس 14 را بیارن یک 5 ماه 6 ماه کلان باشه خیر است کدام مشکل نیست در تیم ما 3-4 نفر از 14 بالا بود که اونا را در اول خط زد ما کدام مشکلام نداشتم ما گفتم مهم نیست مهم است که یک فوتبال خوب شوه و یک انتخاب خوب شوه چون من خودم مربی تیم ملی 14 سال هستم و یک استعدادای خوب که اگه تسلیم ما شوه ما به این بسیار خوش هستم از هر کنج افغانستان که باشه از هر جایی که باشه ما خوش هستم که بچهای غریب پشت کراچیوان نانبای شاگرد میستری استعداد داشته باشه بیاید تیم ما به افتخار میکنه بسیار خب آقای گریوال در خصوص ای که شما مربی تیم ملی فوتبال زیر 14 سال هم هستین مربی تیم اردو هم هستین مربی همچنین تیم منتخب کابل هم شدین یعنی هم تیم اردو دیگه که به حساب با عنوان بله. قهرمان مسابقات فوتبال کابل به این مسابقات رفته با عنوان قهرمان پایتخت کمک کار براتون سخت نمیشه حالا هم مسئولیت تیم ملی هم مسئولیت تیم کلب اردو کمک دشوار نمیشه براتون پیش بردن هر دو تیم اعتراض که اگر یک انسان سر خود اعتماد داشته باشه و شوق علاقه داشته باشه هیچ چیز برش سختی نمیکنه من خودم از طفولیت
در فوتبال هستم و شوقیش هستم. امی شوق ما دیگه شوق ندارم. همه زندگی ما در میرای فوتبال رفته و میره و میالم کوشش میکنم که فوتبال تا به میسند خود پیش ببرم. اگر شوم سر معمر شو از طریق فوتبال از فدراسیون افغانستان حاضر آماده هستم برشان اگر روزم باشم. ما در 13 تیم مرکز که بسیار تیمای قوی بسیار پشتیبانی قوی داشتن و کتماد اردوی ملی اکثرت بچهای افسرای ملی افغانستان از سربازای ملی افغانستان در 13 تیم ما قهرمانی را به دست آوردیم و امروز به نام شاهین دیدین شما شاید سنه بودین قهرمانی سراسر افغانستان را به دست آوردیم و ما اصلا خسته نمیشم با این سن سال خود ما حتی میگم شب و روز به فوتبال و به این اولاد وطن خدمت کنم خوش هستم و خفنه بسیار خوب و ای که بر صورت این تیم اولین بار است که اینگونه انتخاب میشه بازیکنان زیاد هستن از ولایت است انتخابات به نظر شما کم سخت نمیشه که شما بهترین ها را انتخاب کنین خودتان پیش خودتان چی فکر میکنید بین این هشت تیمی که اشتراک کردن شما چی بازیکنای تازه چهره های نو دیدین و چی فکر میکنین ما سال آینده بتونیم یک تیم خیلی قدرتمند داشته باشیم در آسیا عرض اندام کنه ما خوشبختانه که از زبان شما شنیدیم که 70 چند نفر انتخاب شدن ما دای خوش هستم که زیادتر می بود خوبتر بود و از اینا میتونیم ما 3-4 تیم بسازیم و این 3-4 تیم کمیته جوانان فدراسیون افغانستان کمیته فنی افغانستان پلان داره که همین 4 تیم یا 6 تیمی که میشه اینا را در رقابت پرسن و 3 هیئت بالا بشینن بسیار منصفانه استعدادهای خوب کشور ما را استعدادهای خوب آدمی 75 نفر انتخاب کنه و به تسلیم ما بده ما انشاءالله مثل اولاد خود هیچ فرقی کی است یا از کجا است سیاه و سفید در بین فدراسیون انشاءالله و خصوصا در تیمای ملی زیر سنین هیچ وجود نداره و نخواهم داشت و رهبری فدراسیون افغانستان همیشه برای ما این کوشش داره که شما سمت زبان سیاه سفید هیچ وقت اهمیت نمیتین واسطه و واسطه‌بازی را هیچ قبول نمیکنین و امسال همه تو تصمیم گرفتن که هیچ نوع واسطه نباشه، هیچ نوع سمت سمت بازی نباشه و یک تیم ملی واقعی افغانستان برای ما تسلیم شوه و ما انشاءالله سر از زحمتهای خود شب و روز خاط کشیدیم و همه تو افتخارات را که از هندوستان و 32 تیم نایب قهرمانی را آوردیم همه تو قهرمانی ها را برای کشور خود خاط آوردیم و بیرق خود به افتداد دارم خب سوال آخر ما ای که بر صورت ما در پایه بسیار باید قوی کار کنیم آقای گریوال شما مربی بودین که چندین سال در بخش پایه کار کردین ما میال چه چیزهایی نیاز داریم که بتونیم در پایه پیاده کنیم تا یک تیم واقعا افغانیه که قدرتمند باشه در آسیا را داشته باشیم چه چیزی امیال کم داریم که اینا باید اضافه شود و فدراسیون فوتبال باید به اونا توجه کنه تا اینکه ما بتونیم یک تیم خیلی خوب رو به مسابقات خارجی روان کنیم خوشبختانه که ما اصلا به زیر سنین جای تمرین هیچ نداشتیم یک استادیوم بود که وام مربوط کمیته المپیک بود خوشبختانه که امسال تسلیم فدراسیون کابل شده امیر کم توم که ما 16 سال ما یکم و توم افتخار آورد یا 14 سال ما افتخار آورد یا 19 سال ما یا 12 سال ما همیش برکت همی استیدیوم بود که تسلیم فدراسیون کابل شد و حال فدراسیون ملی افغانستان شما دیدین که 3 میدان کوچک جور کرده برای 12 سال و 10 سال و 9 سال ما و اونا میتونن که همیشه هم هر وقت که دلشان خواست اونجا تمرینات خود پیش ببرن هر تایمی که خواست که نه از مکتب بانن و نه از درس بانن و نه از امتحان خود بانن به نظر شما چه... گریوال میبخشیم به نظر شما یا فقط میدان کافی است برای پیشرفت نه خیر نیست تنها میدان پایه؟ کافی نیست ما برای ما رئیس فدراسیون ملی افغانستان امروز آماده کرد چند وقت پیش آماده کرد که من کوشش زیاد میکنم که زیر سنین از 10 سال تا 23 سال هر نوع امکاناتی را که ما بتانم تپ و تلاش را به سویه جهانی و داخلی ما کوشش میکنم که برای اینا یک مشکلات هایشان تا اندازه حل کنم و همین امروز هم برای ما وعده داد که ما تیمای زیر سنین ما در این پروژه گل باید تمرینات خود پیش ببرن و هیچ توقف نتن ما قبلا متاسفانه 20 روز یا یک ماهی که به کدام سفر می بود ما تمرینات شروع میکردیم اصلا در اون فیزیک نه تکتیک نه تکنیک چندان ما حال برای ما گفت که نزمستان و تابستان باید تمرینات را پیش ببرین و این یک خبر خوش است انشاءالله استعدادایی را که در افغانستان است در سراسر آسیا وجود نداره صرف بچه های ما از
طریق از نگاه اقتصاد یک ذره ضعیف هستند و ایران رهبر فدراسیون افغانستان وعده داد که ایران ما کوشش میکنیم بعد از کتان دستریشان در هر چیزشان بعد از کتان ما وعده دادیم ان شاء الله امید داریم که کتان ما وعده خود به جای برسانه و این بچگا کار تشویق کنند این پایه فوتبال افغانستان است ان شاء الله 5 سال میبینین که تیم ملی افغانستان یک تیم قهرمان آسیا خواهد بود بسیار خوب و آیا به نظر شما ما در پایه نیاز داریم به کمک مربیان خارجی و کسانی که بر صورت صاحب سبک هستند در فوتبال دنیا مثل این مربی که بر فعلا در تیم ملی آمده اینا چگونه شما را حمایت میکنه آقای پیتر شکرت مربی فعلی تیم ملی فوتبال خوشبختانه فعلا معلوم میشه که یک ترینر بسیار ورزیده و یک ترینر بسیار دلسوز معلوم میشه و خودشان طریق رسانه شما نشر شد که خودشان گفت که من زیادتر وقت در افغانستان خواهد بودم و فعلا هم یک برنامه را که برای ما گرفته از 16 سال 17 سال و 19 سال بچه را انتخاب کرده به صفت یک تیم ملی که فعلا تمریناتش جریان داره و اینا میخواین که این پایه را آستاستا به تیم ملی و یک تیم داخلی شد یک خارجی که اینا را تشویق کنن و پیش برن به نظر من ما ترینرهای بسیار خوب داریم در افغانستان بسیار ترینرهای صرف دلسوزی کنن یک ذره زحمت بکشن یک ذره فوتبال رشد بتن و میتونم ان شاء الله رشد هم داده به زیر پایه ان شاء الله ضرورت نیست مربی خارجی کمک مربی خارجی ضرورت نیست انمی کمک از امی ترینر تیم ملی که کت ما وعده کرده که در هر سنین ما کتان هستم انمی به نظر من کفایت میکنه ان شاء الله خدا کنه که وعدهشون بسیار تشکر از دورتان آقای گریبال تشکر از شما تشکر از تلویزیون مقبول شما موفق باشین و همچنین تبریک ها میگیم به خاطر قهرمانیتون در فوتبال لطف کردین زنده باشین تبریکی برای خودتون سپاس فراوان از یاری شما ایزان تا ایندن با برنامه ورزش تا دیدار دوباره شما را به خداوند مهربان میسپارم خداوند نگهدارتون